سلام دوستان عزیز، من احمدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما. امروز قرار هست در رابطه با چگونگی دانلود شیف فایل و یا لایه‌های وکتوری از گوگل ارث انجین صحبت بکنیم. همونطور که میدونید تعداد زیادی لایه‌های شیف فایل و یا لایه‌های وکتوری در گوگل ارث انجین وجود داره که ما بعضاً به اونها نیاز پیدا میکنیم و ما میتونیم از اونها استفاده بکنیم. اما به چه صورت ما میتوانیم اونها رو دانلود بکنیم که در این قسمت ما میخوایم در رابطه با اون صحبت بکنیم. خب در ابتدا میریم و گوگل ارث انجین رو باز میکنیم. خب گوگل ارث انجین ما باز شد و حالا در این قسمت من برای دانلود سعی میکنم واتر شید رو دانلود بکنم. در این قسمت تیبلز یعنی همه داده های وکتوری. خب من مور رو میزنم و در اینجا میبینیم که چه داده هایی وجود داره و همه اینها رو ما میتوانیم دانلود بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. ولی خب یک چیزی که خیلی مطرح هست و بیشتر وقت ما به اون نیاز پیدا میکنیم حوزه آبریز هست. خب همونطور که میدونید حوزه های آبریز از خیلی کوچیک شروع میشه تا حوزه های منطقوی و کشوری و حتی حوزه های خیلی بزرگ. خب در این قسمت من حوزه تقریبا متوسط یا حوزه میانه رو میگیرم. خب در این قسمت شما میبینید کالکشن اسنپت و این رو کلیک میکنید تا کپی بشه و کلوز رو میزنید. در این قسمت این رو هم میبندید و در این قسمت شما یک کارکتر ایجاد میکنید به اسم var water shade و مساوی و حالا اینجا کدی که کپی کرده بودم رو در این قسمت قرار میدم. حالا برای این که چون این یک فیچر کلکشنی هست که همه کره زمین رو در بر میگیره و من میخوام فقط برای یک قسمت از کره زمین رو دانلود بکنم، به همین دلیل در این قسمت من از این ابزار استفاده میکنم تا یک منطقه خاصی رو دانلود بکنم. من منطقه خودم رو انتخاب کردم و حالا با استفاده از فیلترهای موجود ما سعی میکنیم که منطقه خودمون رو دانلود بکنیم. بعد اینکه منطقه انتخاب شد و ما اون رو فیلتر کردیم، حالا میرسیم به این که این قسمت رو نمایش بدیم. میرسیم map.addLayer، در ابتدا میرسیم watershade چون میخواییم watershade رو به نمایش بذاریم. بعد یک کالری انتخاب میکنیم که البته من اینجا کالر انتخاب نمیکنم و به صورت پیش‌فرض که سیاه هست به نمایش در خواهد آمد. و در نهایت آرگومان سوم رو هم وارد میکنیم. حالا ما میتونیم کد خودمون رو ران بکنیم. این رو من خب در این قسمت میبینید که همه حوزه های آبریزی که در داخل این جیومی که ما کشیدیم بودند در اینجا برای ما نمایش داده شدن. البته واترشید خب گفتم میتواند خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ باشه. شما با تغییر این عدد آخری که اینجا وجود داره یا عددی که اینجا وجود داره می توانید این رو تغییر بدید و هرچه کوچکتر بشه واترشید ما یا حوزه آبریز ما بزرگتر میشه و هرچه این عدد بزرگتر باشه پولیگون هایی که ایجاد میشه کوچکتر خواهند بود. خب دیدین که به چه صورت هست. حالا ولی من در این قسمت واترشیدی که به اندازه معیار ما 4 هست نیاز دارم ران میکنم. خب حالا من میخوام این رو دانلود بکنم. مینویسم export.table.todrive اون چیزی که میخوام دانلود بکنم، یعنی واترشید رو وارد میکنم. واترشید کاما یک اسم برای اون انتخاب میکنم و من مینویسم afg underline watershade
و در نهایت در این قسمت من فرمتی که نیاز دارم رو انتخاب میکنم که در این قسمت من میزنم SHP یا شیف فایل. خب میشه KML, KMZ و چیزهای دیگه هم زد، ولی خب من شیف فایل نیاز دارم و به صورت شیف فایل دانلود میکنم و در نهایت سیمیکالن رو قرار میدیم. خب حالا این کد ما قرار هست که واترشید ما رو در داخل درایو ما ذخیره بکنه و من ران میکنم. در این قسمت تست رو میبینید شما که برای ما روشن شد و واترشید در اینجا قرار داره. با کلیک کردن بر روی دکمه ران برای ما این قسمت ظاهر میشه که میگه که در داخل درایو این رو ذخیره میکنید یا یک ذخیره گاه دیگه ای وجود داره و یا در داخل asset میخواین ذخیره بکنید که من این رو در داخل درایو میخوام ذخیره بکنم. درایو من هست EGEE و فرمتی که من میخوام انتخاب بکنم شیف فایل هست و در نهایت ران رو میزنم. خب چند لحظه زمان میبره تا این برای ما در داخل گوگل درایو ذخیره بشه. واترشید ما در داخل گوگل درایو ذخیره شد و حالا شما این رو میبینید. خب من برای شما این رو نمایش میدم، میبینید که در داخل مای درایو و در داخل فولدر GEE ما هم واترشید رو داریم و حالا شما میتونید اینها رو دانلود بکنید و با استفاده از آرک مپ از اونها استفاده بکنید. در همینجا این بخش آموزشی ما به پایان میرسه و تا آموزش بعدی خدا نگهدار.